سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من محمد مدنی هستم تو این ویدیو میخوام بریم با هم داشته باشیم که چطور متریال های پی بی آر خودمون رو داخل بلندر ستاپ بکنیم و چطور با چند کلیک تکسچر های پی بی خودمون از طریق بلندر بسازیم بچه ها لطفاً چند منو سابسکرایب کنیم بچا لایک ها و ویدیو هاتون نره راستی سی هم مبارک امسال کلی آموزش خفن براتون دارم پس بریم که آموزش خفن با هم داشته باشیم خب اولین مپی که میخوام اشاره کنم مپ بیس کالرمونه خب من اینجا شیدر تو رو باز میکنم خیلی نمیخوایم وارد تخصصی بشیم تئوریکال بشیم بگیم بیس کالر چیه از چی درست نه خیلی نمیخوایم پیچیدش کنیم میخوایم سری یاد بگیریم که ستاپ چجوریه و خب بقیه اگه ادان نود رانگلر رو فعال کرده باشین که از این قسمت ادانس نود رو سرچ کنین اینجا میاد این اگه فعال کنین روی پرسپل بی کلیک کنی کنترل تی رو بزنین، اینجا برای باز میکنه خیلی من الان این رو باز میکنم کجا گذاشتم خب اولی مپی که میخواست شروع کنیم گفتیم بیست کالر و خب. الان اینجا بیست کالر میبینیم شیک مجلسی نشست جون خب جون نشست خب این الان بیست کالر بود بیست کالر چیه مپیه که بسیار اطلاعات رنگی داره با اون الان داره, داره با اون اطلاعات رنگی میده و یه نکته هم هست که مپ هایی که اطلاعات رنگی دارن کالر اسپیسشون باید روی اس باشه و نکته دوم که میخواستم بهش اشاره کنم این موضوع توی بعضی از خب این موضوع توی بعضی از پکاری که دانلود میکنیم مثلا برای تکسچر میبینی که یه سری مپ ها اصلا نوشتن دیفیوز یه سری مپ ها نوشتن آلبیدو آلبیدو در واقع این دیفیوز ما اینی که الان شما اینجا دارین میبینین دیفیوزه و این قسمت آلوی حالا فرقشون چیه؟ دیفیوز در واقع داره اطلاعات سایه و هایلایت رو هم به شما میده الان شما این قسمت میبینین که در اثر برفورد نور این قسمت سایه ایجاد شده این دیفیوز کاره در واقع یه جورایی میشه که خیلی ساده بخوایم بگیم میشه با ب... بتونیم بگیم که ترکیب آلبیدو و مثلا مپ ای اون یه جورایی میتونه این رو به ما تحویل بده دیفیوز به ما تحویل بده ولی آلبیدو اینه یه چیز خامیه که ما فقط اطلاعات رنگی همون سطح رو به اصطلاح داریم این هم گفتم بهتون بگم که اینم چیه این مپ همین چیز خاصی نداره بریم مپ بعدی خب دوستان مپ دومی که با ما میخوایم با هم کار کنیم مپ رافنس هستش خب من الان این مپ رو میارم کنترل تی رو میزنم یا بس میکنم به اسکالن رو بس میکنم به رافنس و خب بریم که داشته باشیم خیلی خوب این مپ رافنس اون هستش مپ رافنس در واقع این مپ سیاه و سفیده و شامل اطلاعات رنگی نیست بنابراین من کالر اسپیس رو روی نان کالر قرار میدم و این نکته از الان خیلی شیک و مجلسی جون نشست روش ولی نمیبینیم چرا بخواد این خب اثرات رنگی نداره که به اون نشون بده من این اگه سیاه بکنم شما الان در رافنس میبینین رافنس در واقع داره به اون میگه که کدوم قسمت از صد شاینی درخشان باشه مثل اینجا کدوم قسمت نباشه الان اینجا خب خیلی نیست بخاطر که اگه کامل میخواد شاینی باشه باید قسمت های از سیاه توی تکسچر اون باشه و اون قسمت که اگه سفیدینی کلا هیچ چیزی رفلکت نمیده نشون نمیده از اشاره دور حالا من اگه نمیخوام رافت در واقع شاینی ترش کنم چیکار میکنم یه کالر رم میارم همینجا با هم ادیتش میکنیم خیلی خوب من اگه این نوت رنگولر چون فعال کردیم توی قسمت قبلی من اگه روی هر نوت بگیرم کنترل شیفت و چپ کلیک رو بزنم همون نوت رو به من نشون میده الان همون نوت رو به من به سرفیس و... به سرفیس کرده خیلی خوب الان اگه این سیاه رو بیشتر بکنم قسمت هایی از سیاه به من میده الان در واقع هایی که کامل سیاه کامل رفلکت نشون میده الان ببینیم کامل الان در دور اطرافو نشون میده ولی این قسمت خالی نه این در مپ رافنس اون هستش حالا یه فرقی داره توی بعضی تکسچرها میبینیم که به جای رافنس مثلا مپ گلاس رو به ما میده بعضی رو رافنس رو پشتیبانی میکنن بعد نفسار رو گلاس رو حالا بلنده رافنس رو داره حالا اگه ما مپ گلاس رو داشتیم چیکار کنیم نمیتونیم یعنی استفاده کنیم نه میتونیم استفاده کنیم گلاس در واقع اینورت شده رافنسه. بس ما با یه نود اینورت میتونیم تبدیلش کنیم به گلاس الان چیزی که من دارم مپ گلاس منه این یعنی الان مپ گلاس منه که خب اینجا خب پشتیبانی نمیکنه واسه همین خیلی چیز خوبی نمیبینیم ولی حالا اینا اگه صفر کنم این مپ راف نسمونه برای برین پس خیلی نگران نداشته باشیم اگه توی پکی مثلا گلاس بود و شما رافنس رو میخواستین همون رو اینورس بکنیم به شما رافنس رو میده بریم مپ بعدی رو با هم داشته باشیم خب مپ بعدی که میخوام به اشاره کنم مپ متالیک یا متال نست خب اول اینکه ببینیم اصلا متالیک چی هست الان متالیک تو پرسیبل بی اس الان من اینه یک بذارم خب سطح ما آهنیه خب تو دنیای واقعی هم همین جوریه. یا یه چیزی رسانه هست یا یه چیزی رسانه نیست یه چیزی ما بین نداریم چوب الان رسانه نیست مثلا چه میدارم مصر رسانه است یه چیز میانه ما نداریم پس نمیتونیم اینو مثلا بگیم بذاریم نیم بذاریم نمی‌دونم در دهم یا صفر رسانه نیست یا یک رسانه هست ما حالا ما با مپ هم میتونیم اینو کنترل بکنیم بگیم یه سری جا باشه یه سری جان نباشه حالا بذار بیاریم مپش رو اینو من وصل میکنم به متالیک خیلی اه... خب الان متالیک رو میبینیم اینجا بازی من بیارم متالیکمون همون هم یه مپ سیاه و سفیده الان در واقع چیه؟ الان قسمت هایی که سفیده در واقع فلز رو به ما نشون میده قسمت هایی که نیست درسته ممکنه فلز باشه ولی حالا به دلیل ضربه که خورده یا لب کردن نمیدونم جنس اون تکسچری که استفاده میکنین چیه ممکنه دیگه حالت آهنیش رو نداشته باشه و چیزی مثلا رفلکتی هم از بیرون نشون نده در واقع سفیدها کامل نشون میدن خیلی خب الان در واقع این مقدار آهنمون حالا مگه اگه اینو رافنس رو هم کامل به سرا سف کنم میبینید این قسمت هایی که سفیده الان در واقع اینو مگه بیارم میبینید قسمت هایی که سفیده داره رفلکت نشون میده این قسمت ها و این قسمت ها خب نشون نمیده این در واقع مفهوم متالیکمون حالا این چون اطلاعات رنگی نداره نکته هم هست که اینم هم با روی این کالر رو بگیره خیلی این الان مفه متالیکمون و نکته خاصی در اون مفه متالیک نیست بریم مفه بعدی رو با هم داشته باشیم خب دوستان مفه بعدی که میخوایم با هم کار کنیم مپ ای او یا امبینون اکلوژن ماه که در واقع به ما سایه ها میده سایه و های هایلایت به ما میده حالا بریم میکنیم چه ببینیم داشته باشیم چه گیریه خیلی من برای اینکه بخوام ای او رو به شما توضیح بدم هم دیسپلیسمنت رو میارم هم بیس کالر که ببینیم چجوریه برای آوردن الان این نکته ریس هم برای آوردن چند تا مپ با هم روی پرنسپل وی اس اف سلکت میکنیم کنترل شیف و تی رو که بزنین بالا میاد الان این مپ رو میخوام بالا برتون بیارم کالر رم اکلوژن و دیسپلیسمنت خیر حالا ما اینجا داریم اوکی خیر حالا دیسپلیسمنت این زیاده کمش خیلی خوب، الان بد است خیلی خوب، الان من این مپ امبینو اکلوژن ماه که در واقع یه مپ سیاه و سفیده این قسمت میبینین، این مپ سیاه و سفیده که این قسمت یکی سیاهی داره به سایه و هایلاتی بیشتر میده حالا، این باید با بیس کالر میکس بشه، در واقع شه. هر دو به بیس کالر به سنو میشن برای همین من یه میکس آر جی بی میارم خیلی خوب و این دوتا رو تو هم ضرب میکنم یعنی رو مولتیپلای میذارم رو هم ضرب شه و توی یک حالا این امبنکلوژن هم میاد میچسبه به دو خیلی خب الان من اگه یه دونه مپ گاما بیارم این مپ گاما من هر بیشتر کنم شما میبینین که این قسمت ها داره تیره تر میشه در واقع داره سایی بیشتر ما میده هر چینی کمتر کنم الان هیچی نداره در واقع هیچ آمینیکلوژی نداره میبینی که این قسمت هست سفیده ولی هر چی اینو زیاد میکنم این قسمت هست تیره میشه حالا میتونیم کنترلش هم بکنیم یه کالر هم میارم این کالر هم کنترل شیفت که روش بگیرم در واقع فقط همون مپ رو میبینم الان خیلی به ما سایه نمیده خود اصلیش ولی حالا ما اگه زیاد کنم من در واقع این قسمت کامل قشنگ الان می‌بینیم. از اینو من وست کنم خیلی خوب الان من حتی گاما هم نزدم که بخوام شدتش زیاد کنم ولی با کنترلر دونستیم این قسمت هایی که الان خاک سر هستن رو تدبیر سیاه بکنیم اینی بیشتر به ما سایه بده و هرچین کمتر بکنم پایین داری میبینید که داری کمتر میشه و این را تا این حد براش بکنم مناسبه خیلی خوب این بود از امین اکلوژن بریم بعدی رو با هم داشته باشیم خب دوستان مپ بعدی که میخوام با هم کار بکنیم مپ نورمال مپمون هستش که بریم ببینیم چجوری است خیلی خب من یه دونه ایمیج تکسچر رد میکنم خب اوه. این نه یک خیلی این مپ نورمال مپمون هستش در واقع مپ نورمال مپمون یه مپ اینجوری بنفش مانندیه که در واقع بر یه جور برآمدگی و فرو فیک فیکو برامون جاد مثلا این قسمت میبینیم برآمده است این قسمت ها فرو رفته است این قسمت ها برآمده است این قسمت ها فرو رفته یه جور فیک به ما ایجاد میکنه یه توهمی ایجاد میکنه که ما فکر کنیم یه برآمدگی و فرورفتگی ایجاد شده ولی مثلا از صد صاف بخوایم زاویه صاف و تخت بخوایم به آبجکت نگاه کنیم میبینیم که اصلا هیچ فرورفتگی و برآمدگی نداره حالا یه تفاوتی هست ما دو نوع نورمال مپ داریم یه نورمال مپ GL که الان اینه یا همون مخفف اوپن جی یه نورمال مپ XD که مخفف به اصطلاح دایرکت ایکس که الان خیلی وارد تخصصی بشیم اه, همین بدونین که بعض نرم ها دایرکت رو پشتیبانی میکنه بعض نرم افزار اوپن مثلا بلندر اوپن جی رو پشتیبانی میکنه ولی مثلا مثلا آنریل انجین دایرکت دایرک ایکس رو پشتیبانی میکنه حالا این نورمال مپ ترکیب بین سه تا چنل رنگی آر جی بی یعنی قرمز و آبی و سبز هستش که اینها با هم ترکیب میشن این رنگ بنفش میسازه حالا بسته به اینکه کدوم چنل رنگی به اصطلاح کدوم پیکسل چنل رنگیش بیشتر باشه خب میتونه یه مقدار فرق بکنه رنگاش ولی خب کلیت اینه که ما از مپ نورمال مپ یه مپ یه بنفش مانندی رو اول اینکه خب اینم داره به ما به حساب اطلاعات کالر به ما نمیده من برای این رو هم روی نان کالر قرار میدم خیلی خوب اینو وصل میکنم به نورمال خیلی خب بذار من بقیه مپاش هم بیارم مپ کالرش هم بیارم خیلی حالا نورمال مپ میینه به اصطلاح هیچ تأثیری نداره به خاطر اینکه باید یه اتصال بینشون باشه در واقع این الان در واقع به ما ورودیه شی خروجی کالر رو به ما میده ولی خب اینجا ورودیش وکتوره بنابراین یه اتصالی با, با, با این باشه نمیتونی یه چیز مثلا بخوایم خیلی ساده بگیم نمیتونی یه چیز زرد و به یه چیز بنفش بنابراین من یه دونه اینجا وکتور میکنم وکتور نورمال مپ رو اد میکنم که اینجا در واقع وصل میشه به کالرش و کالرش وصل میشه به نورمالش الان ما داریم نورمال مپ رو میبینیم ولی خب شدتش به زیاد کنم شدتشو خب شدتش الان میبینیم مثلا تو این قسمت شما نگاه کنین هر چی من این نورمال مپ رو کم میکنم تاثیرش رو اینجا میبینین برسی و فور رفتگی رو میبینیم ولی خب این چرا میگم فیکه به خاطر اینکه من اگه از این صفحه تخت نگاه بکنم ما هیچ رفتگی یا برآمدگی نمیبینیم تخت یه صفحه صافه ولی اگر از این قسمت نگاه کنیم کاملا داریم نگاه میکنیم یعنی داریم مشاهده میکنیم و این قسمتش هم ممکنه برای یه دونه آبجکت شما یووی مپ های مختلف داشته باشیم برای من اینجا میتونید سلک بکنی از کدوم یووی مپ استفاده بکنه این از مپ نورمال مپ بریم مپ های دیگر هم هم داشته باشیم خب دوستان مپ بعدی که میخوام با هم کار بکنیم مپ آلفا یا مپ اپاسیتی هستش بریم ببینیم چی میتونیم داشته باشیم توی بلنده خب من یه دونه میارم فعلا ما بررسی بکنیم خب مپ اپاسیتی مپ آلفا مون یه مپیه یا حالا هر حتما مپم باشه یه دونه تصویر خیلی حالا من این تصویر خالیه و داره قابلیت ترانسپرنته و تو این قسمت هم من هیچ اطلاعاتی ندارم و اینی کامل هیچی نیست این قسمت این مپ آلفا ما حالا چی تو بلندر میتونیم از این استفاده بکنیم توی بلندر خب اول اینکه من این قسمت آلفا رو باید بس کنم به آلفای بلنده الان نگاه کنیم چی میشه الان ما در واقع توی ایوی این رو پشتیبانی نمیکنه ولی الان مگه توی سایکلز برم میبینیم که کامل داره پشتیبانی میکنه یه پلن داریم که چهار تا ورتکس داره ولی من یه همچین چیز ریل به اصطلاح کاغذ تیکه تیکه شده ای رو داخلش دارم که این قسمت ها میبینین که الان هست شده حالا چجوری ما توی سا... ایوی بتونیم این قابلیت رو داشته باشیم اول اینکه من خب اینو میذارم رندرجی می رو میذارم روی ایوی میرم رو تو تنظیمات متریالی که درست کردم بلند مود می رو میذارم روی الفا بلند الان میبینیم که توی ای وی هم معلقه الان توی ایوی هستم توی ایوی هم میبینیم که ما این قسمت داریم اگر برم توی این قسمت که رندر ایوی باشه باز میبینیم که توی این قسمت ما تو ای وی هم تونستیم این رو پشتیبانی بکنیم حالا من چجوری از این اطلاعات رنگیش استفاده بکنم اطلاعات کالرش چجوری بیارم خب و این قسمت کالر مپ رو هم وصل میکنم به بیس کالر و الان من اون تکسچر رو روی این دارم خیلی خب بریم بخش بعدی خب دوستان مپ بعدی که میخوام با هم کار بکنیم مپ هایت مپ بمپمون هستش که اگه من بخوام نشون بدم بزنی کل مپ رو بیارم کلش رو بیارم خیلی خوب الان در واقع این وست کرد به دیسپلیسمنت حالا ما این نمیخوایم که به دیسپلیسمنت وست شه. خیلی خوب این مپ بانک همون نستش که باز یه مپ سیاه و سفیده الان من اگه بخوام وست بکنم باز باید به بخش نرمال وست بشه حالا من این وست میکنم به بخش نرمال باز نیاز به یه کانورت داریم کانورتور داریم نود بامپ رو میارم و حواستون باشه این قسمت به مخش هایت بس باشه الان ما داریم به صلاب هایت یا بامپ رو داریم روی کارون میبینیم که از این بخش میتونیم کنترلش بکنیم یا میتونیم اینورتش بکنیم خیلی خوب حالا بیه نکته ای وجود داره اینکه این, هم همچون به اصطلاح مپ سیاه و سفیده کالر اسپیس تو این ناکالر قرار به کلام خودکار خود بلندر این کار برامون انجام داد حالا ما میتونیم نورمال مپ رو با مپ به اصطلاح با میتونیم ترکیب هم بکنیم حالا من اگه این کالر رو بدم به نورمال ما میتونیم هر دو رو, رو روی کار ببینیم مثلا اگه من اینو رو کم بکنم الان ما داریم مپ نورمال رو روی کار میبینیم و الان اگه اینو بیارم مپ بامپ هم بهش اضافه میشه که میتونیم باز کنترلش بکنیم این نکته یه هست خب هر دو دارن یه توهم فیکی رو الان من هر دو وصل ولی هر دو فیک دارن بر میکنن بهتر از کدوم استفاده بکنه خب نکته اینجاست که مپ نورمال مپ ما در سه جهت x y z یا چند RGB داره به ما اطلاعات فورافتیک برجستگی رو نشون میده ولی در واقع مپ بامپ ما فقط در محور زد داره ما نشون میده یعنی فقط میگه که کدوم پیکسل چقدر بالا باشه یعنی برجسته باشه کدوم پیکسل چقدر فور رفته باشه ولی مپ نورمالمون در سه جهت این رو به ما نشون میده بس بهتر از مپ نرمال استفاده بکنیم این بود مپ بامپ بریم با هم مپ بعدی داشتیم خب دوستان مپ بعدی که میخوام با هم کار بکنه مپ دیسپلیسمنت اون هستش البته دیسپلیسمنت داخل سایکلز و ای بی با هم فرق میکنه برای هر کدوم جدا میگم که با هم قاطی نشه خیلی خوب سریع ستاپ میکنم خب اینجا لازم یه دونه توضیح بدم توی نسخه های جدید بلند من نسخه 4.1 رو دارم 4.1 رو دارم و نود میکس آر جی هست شده بهش این نود اومده نود میکس اومده که نگران نباشه این این قسمت روی کالر رو قرار بدین و دوباره اون میکس دوباره اون میکس آر جی رو دارین فاکتور رو یک قرار میدم و میکس رو هم میذارم رو مولتیپلای که با هم این دو تا مپ با هم رو هم ضرب شه خیلی خوب مپ دیسپلیسمنت ما بازی یه مپ سیاه و سفیده بنابر اطلاعات رنگی نداره کالر اسپیس حتما حواستون باشه روی نان کالر قرار بدین و وصلش بکنیم به دیسپلیسمنت نود آوتپوت و با یه کانورتر دیسپلیس هم اد بکنید که حواستون باشه روی هایت وصل شده باشه و الان ما میریم داخل سایکلز الان رو سایکلز هم الان ما هیچی نمی بینیم دلیلش اینه که بریم تو تنظیمات متریالمون این قسمت تنظیمات رو باز کنین و دیسپلیسمنت رو بزن روی دیسپلیسمنت و بامپ الان فقط داره بمب به من نشون میده ولی دیسپلیسمنت نشون میده بنابراین فعالش میکنم الان داریم میبینیم که این دیدین رفت بالا الان آبجکتمون اینجاست ولی ما تکسچر رو اینجا نشون میده این دلیلش اینه که فرق اول فرق دیسپلیسمنت بامپ رو به شما بگم مپ بامپ داره یه چیز فیک رو برای ما ایجاد میکنه اما دیسپلیسمنت در واقع جیومتری ما رو داره تغییر میده بنابراین هر چقدر من رزولوشن کار رو ببرم بالا جیومتری کارم رو ببرم بالا و آبجکت پرحجبتری داشته باشم دیسپلیسمنت هم خیلی بهتر و اسموتر و حالا بهتر دیگه حالا که چی دیسپلیسمنت خیلی بهتر روی آبجکتم میشینه بنابراین اه... خب این خیلی سنگینه من همه بیام بخوام به اصطلاح ساب دیواید کنم به خاطر اینکه بخوام رزولوشن بهتری داشته باشم بنابراین میخوایم از قابلیت آدابتیب ساب دیویژن بلندر استفاده بکنیم که برای استفاده کردنش من مثلا به این یه دونه مثلا ساب دیویژن 4 میدم الان میبینین که در واقع شکل ما تغییر کرد هم اول ببینین که بس جام روی جامتری رو داره تاثیر میذاره حالا میرم تو این قسمه اول اینکه خوب اینو سیمپل میکنم و دوم اینکه میرم تو بخش الان ببینید که هیچ گزینه ما به عنوان اداپتیو سامپلینگ نداریم بنابراین باید فعالش کنیم میایم قسمت رندر و فیچر ست رو میذارم روی اکسپریمنتال اینا میذارم باید جی پی پشتیبانی کنه خیلی خوب الان میبینید که تغییر کرد حالا اینجا ما اداپتیو سامپلینگ رو روشن که میکنیم یه اتفاق براش میفته اینا هم میذارم روی کمترین عدد که بیشترین دیتیل رو به ما میده حالا این بس اسکیلش زیاد اسکیلش هم کم میکنم ببینم چیزیه یه مقدار شاید کمتر سعی خوبه حالا این آدابتیف سامپلینگ با آدابتیف ساب دیویژن برای ما چیکار میکنه به ما میگه که من از این زاویه مثلا دارم نگاه میکنم با ابجکتم از زاویه دوربین به این زاویه دارم نگاه میکنم بر من این قسمت ها رو که بیشتر توی دید هست رو بیشتر بر من به اصطلاح ساب دیویژن میکنه بیشتر این قسمت بیشتر حجم داره تا مثلا این قسمت این قسمت فوقش مثلا چند تا فیس باشه پس بنابراین اون قسمتی که توی اون قسمتی از تور که توی دید بیشتری قرار داره بیشتر بر من اون قسمت ها رو ساب دیویژن میکنه حالا شما هر موقع زاویدیتون عوض کردین یه واین خاموش روشن هم بکنیم ممکنه خیر خب الان اینجا به من میگه که دیتیل کار داره به من نشون میده الان ما اینجا مپ دیسپلیسمنت رو روی این داریم به خوبی نشسته و دمش هم این بود مپ دیسپلیسمنت داخل سایکلز بریم توی ایوی داشته باشیم که چجوری میتونیم دیسپلیسمنت رو ایجاد بکنیم خب دوستان مپ بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم مپ دیسپلیسمنت داخل ای وی هستش الان ما میبینیم که توی رندر اون ای ویه خب بریم که با هم داشته باشیم چیزی میتونیم ایجاد بکنیم چند تا روش داره اول این روشش بریم با هم داشته باشیم تمام مپاشو اد میکنم به دیسپلیس و نورمال دایرکت خیلی خوب سری من ستاب میکنم دوباره میگم میکس ار هست شده بنابراین ما از این میکس استفاده میکنیم اینو میذارم میکنی. میکنی رو کالر میذارم روی b فاکتور رو میذارم یک حواس ماشه بزنی رو مولتیپلای که با هم ضرب بشه این هم وصل میکنم به بیس کالر خیلی خب الان در واقع توی ایوی هستیم و خب اوکی همه چی اوکی ولی خب دیسپلیسمنت نداریم میبینیم که تخته خب چیکار کنیم اول اینکه خب من دیسپلیسمنت خب میدونیم که رو جیومتری تاثیر میذاره بنابراین من این رو باید بهش جیومتری بدم الان در واقع چهار تا بیشتر نیست من اینو مودیفایر ساب دیویژن سرفیس بهش میدم حالا مثلا 5 تا میدم و میذارم روی سیمپل خیلی خوب و مردومی که مودیفایر دیسپلیس رو بهش میدم خیلی خوب اینو که نیو بزنم یه ایمیج تکسچر برام میسازه که این قسمت رو بزنم وارد این قسمت میشه تکسچر پراپرتی و روی تایپ ایمیج باشه دیسپلیسمنت هم رو الان اینجا اوپن میکنم خیلی هم اینو که اتفاقایی داره میفته با خب حالا اینو شید اسموت کردم اینو که اتفاقایی داره میفته میریم ادیتش کنیم خب یعنی خب شدتش یک خب زیاده قطعا خب این روی یک نه مثلا یکی دیگه زیاد بکنم رو شیش گذاشتم باز و فیال یه اینو کمش میکنم زیاده خیلی خوب الان میبینی که ما یه چیزی از دیسپلیس اینجا داریم الان خب من یه فورفتی یا برسگی رو به صورت جیامتری روی کارم دارم حالا اگه من اینجا ساب دیویژن بیشترم بهش بدم خب اطلاعات بینیم بیشتری به من داده خب این خیلی خوبه حالا خب حالا ببینیم که ما دیسپلیسمنت روش داریم خیلی هم عالی روش نشسته دمش هم گرم هر چه خب جامعتی بیشتر باشه تکسچر بهتر رو کار میشینه و اسموت خب الان میبینیم که پاپ این دیسپلیسمنت رو کار نشسته خیلی هم عالی جون دمش هم گرم نورم که میبینین میبینین خیلی تمیز رو کار نشسته خیلی بریم ببینیم دومی روش چجوریه خب دوستان بریم برای دیسپلیسمنت برای ایوی روش دوم بهتون بگم این روش خیلی خفنه که یه نفر اینو ساخته و من دانلودش کردم به صورت رایگان گذاشته توی گامرود و من دانلودش کردم و حتما فایلش رو داخل کانال تلگرام میذارم این فایل به اصطلاح بلندر که اونو من اوپن میکنم در واقع اپن میکنم اینجا اپن یه شیدره اون شیدر رو حد میکنم را کل کالکشن حد بکنم ببینیم چی در به توش خب خب من چیز اضافه رو هست کنم دوربین باشه هست شو هستش خیلی خوب الان من اگه برم تو دوربین ببینیم چی میشه خیلی خوب من اگه کم الان یکم اسکیلش بکنم خب الان اگه دقت کنین ما داخل رندرژین ایوی هستیم ولی الان اگه دقت کنیم ما دیسپلیسمنت روی کار داریم خب این چجوری ایجاد میشه که ما به صورت بتونیم رو بتونیم دیسپلیسمنت رو داشته باشیم این توی ایوی در واقع یه جوری میشه که غیر ممکن هم رو به دست بیاریم حالا این طرف یه تکنیکی زده یه تریکی زده ببینیم که چجوری در واقع دیسپلیسمنت روی جیومتری کار داره قرار نمیده بلکه الان مگه زوم بکنم اینجا شما میبینید که یه چیزی لای لای رو همه در واقع همون به اصطلاح پلن یعنی یه پلن چارت ورتکس اگه اشتباه نکنم بله چارت ورتکس بیشتر نداره باید در واقع اومده تکستچر رو لای لای رو هم قرار داده تا یه همچین چیزی برامون در بیاره مثلا الان این اینجا الان از جه میبینی واقعا همه چی یعنی دیسپلیسون کامل داریم میبین از هیچ چی احساس نمی خب یه مقدار زوم بکنی مشخصش جریان چیه حالا چجوری باید, 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 باید به این به به این دست پیدا کنیم خب این در واقع یه دونه نود گروپ رو ساخته که اینجا حالا خیلی کار مختلف کرده منو بررسی نکنم خیلی هم نمیخوام تظاهر کنم که میدونم چیکار کرده و کل ماجرا اینه که اگه میخواین از این استفاده بکنی حالا من فایلشو براتون قرار میدم این مید از انتخاب کنم خب یه کم کمش کنم خب این شدتشه حالا حواستون باشه که تا اینجا اومد دیگه بعدش فلت میشه این حواستون باشه میله کم میکنم خیلی خوب اینجا این اینه. و برای اینکه بخوایم به این دست پیدا کنین مپ هاتون که خب بس میشه به بیس پرسپل بی اس پرسپل بی اس پرس بس میشه به شیدرش و مپ دیسپلیسمنت هم بس میشه به های که الان من اگه بخوام مثلا جایگزین کنم بذار تکسچر خودم مثلا جایگزین کنم خیلی خب الان اگه دقت کنین من مپ دیسپلیسمنت یعنی تکسچر خودم رو روی این باز دارم حالا شدتش مقدار زیاده کمش میکنم این لول رو باز زیاد میکنم خیلی خوب الان اگه دقت کنیم من دیسپلیسمنت رو روی کارم دارم حالا اگه زوم بکنم اون حالت لای لایه رو میبینم ولی خب از این زاویه باز من اون مپ دیسپلیسمنت خودم رو دارم این قسمتم که خواب کشیده شده به قادر یوویشه و خب خیلی هم عالی یعنی واقعا خفنم چیزی که من میتونم دیسپلیسمنت داخل وی داشته باشم یعنی از این زاویه من رندر بگیرم بی چیزی کاملا چی طبیعی که من داخل سایکل زدم برم هم همچین نتیجه ای رو با میگیرم اما خب خودش که توضیح داده نکته اینجاه که شما حتما باید یو وی, م... یو وی مپ رو اینجا اد بکنید و یووی خودتون رو انتخاب بکنین و در رابطه با مودیفایر ها هم یه مقدار دستکاری بکنیم خودتون دستتون میاد یعنی اگه لایه ها رو من دقت کنم هر چقدر این کمتر بکنم لایه ها کمتر میشه این الان دیگه قشنگ فلچ هر چقدر بیشتر بکنم لایه ها بیشتر میشه ولی خب توجه کنی این لایه مثلا هزار تا بذارین دلیل نمیشه کامل حظ بشه باز لایه ها هست حتی ممکن صحنه تو خیلی هم سنگین میشه ممکن حتی برای من یه بار کراش هم کرد برای اینم حواستون باشه که مثلا هر چی لایه بیشتر بنابر بهتر بودن نیست خودش چیزه صد گذشته حالا من تا 200 میبرم و الان ما نگاه کنین واقعا دیسپلیسمنت رو کار داره حالا من میتونم باز اینجا دستکاریش بکنم خیلی خوب دوستان من این نساختم فقط براتون توضیح دادم معرفی کردم این رو فایل به بلندرش داخل کانال تلگرام میذارم آدرسش هم میذارم که شما هر موقع خواستین این شیده رو اپند کنین و ازش استفاده کنیم خب دوستان بریم روش دوم ببینیم چجوری میتونیم از دیسپلیس داخل ای وی استفاده بکنیم من نسخه برای این روش باید نسخه سه ممیزه 5 آلفا رو باید بگیرین که توی اکسپریمنتال هستش و وارد قسمت ادیت میشین اینجا یه توی انترفیس برین یه قسمتی داره دیولوپر اکسراد اینه که بزنین این قسمت باز میشه ای وی نیکس رو فعال کنیم و سیف کنیم یه بار پروژه رو ب... یه بار صفحه بلندرتون رو ببندین دوباره باز کنین یه رندر انجینی جدیده فکر میکنم شاید میخواد جایگوزین ایوی بشه مثل سایکل ایکس که جایگزین سایکل شد این ایوی نکس رو بعد میبینی روی اینکه فعال کنی الان من یه دونه یه ستاب نوری انجام دادم پک تکس چرا میارم همه رو خیلی خوب خیلی خب الان که دقت کنین دیسپلی من وست شده به دیسپلی وست شده به متریال بود. پس مثل سایکلز الان شده حالا من اگه برم تو قسمت ایوی میبینین که دیسپلی اعمال شده حالا شدتی زیاد شدتش کم میکنه خب الان در واقع من اینجا چیکار کردم این جامعه جامتی کار زیاد کردم و یه مودیفایر هم دادم چون دیسپلی روی به اصطلاح جیومتری تحصیل می‌ذاره و سعی کردم پر حجم باشه حالا اگه نگاه کنیم ما جیومتری روی کار داریم خیلی هم تمیز رو کار نشسته هر چقدر خوب رزولوشن رو برم بالا اسموتر میشه و بهتر میشه و الان ما اینجا روی این کار داریم الان اگه دقت کنید توی ایوین نکس حالا یه سری مشکلات داره مثلا نور رو خیلی خوب پشتیبانی نمی‌کنه نور خود بلندر رو پشتیبانی نمی‌کنه اشیارهای رو خراب می‌کنه خب تو اکسپریمنتال دیگه تو آزمایشی ولی خب منتظرم که این بیاد استیبل بشه و بیاد واقعا یه چیز خارق العاده ای میشه ولی بله خب گفتم این رو هم به شما معرفی کنم که این هم به بلندر قرار اضافه بشه و حالا دارن روش کار میکنن و خب ببینیم واقعا نتیجه ای که به امید عالیه حالا من اینو ببرم تو سایکلز باز هم ما همین نتیجه رو خواهیم داشت بذارم روی سایکلز و اگه تنظیماتش هم بذارم روی بامپ و دیسپلیسمنت باز میبینی که ما همون نتیجه رو داریم بنابراین واقعا خارق است خب بچه ها بریم بخش دوم دو با هم بسازیم تو این بخش میخوام یاد بگیریم چطور از یه دونه به سمت یه دونه مپ تکسچر شیر بتونه بقیه مپ رو جنریت کنیم الان اون تکسچر که میخوایم با هم کار کنیم یه تکسچر شیر همینجور ساده آجر مانندی الان میم داشته باشیم من مپ های دیگه دارم ولی فقط بیس کالرشو میارم میخوام با هم بسازیم خب این مپ بیس کالر ما در واقع اینجا الان مپ ای او نداره ولی بریم ای او هم براش بسازیم خب من اینو کپی میگیرم میدونیم که ای او یه مپ سیاه و سفیده بنابراین من یه دونه رو میذارم کالر اینو میدم به بیس کالر خیلی خوب خب بنابراین میدونم یه مپ ای او یه مپ سیاه و سفیده بنابراین یه نود RGB رو میارم RGB تو بلک and white. در واقع مپ RGB مون رو مپ رنگی مون رو تبدیل به سیاه و سفید میکنه الان تبدیل کرد به سیاه و سفید خیلی خوب الان من یه کالر رمپ میارم کلن کالر رمپ باید دیگه همیشه کالر رمپ باشه کالر رمپ باید چی داشیتون باشه داشیتون خب این کالر خیلی خو. من میدونم این قسمت ها درس ها باید به من سایه و بیشتر بده دیگه بنابراین خب این قسمت ها رو من مشکی میکنم این مقدار تیره تر میکنم این قسمت ها الان میبینیم که سیاه شد ولی نمیخوام رو اینجا تاثیر داشته باشه بنابراین سعی میکنم بگیرم اون تاثیرش تا جایی که میتونم می حالا یه مقدار سیاهیش هم به سمت خاکستری میبرم خیلی خوب الان باید با مپ و اصطلاح یا مپ رنگی میکس کنم دیگه یه میکس میارم این میدم به کالر بیم تست کنیم ببینیم چجوری میشه فاکتور رو میذارم یک این هم رو مولتیپلای تو با هم ضرب شه خب ببینیم چی شد خب یه همچین مپی رو به من داد الان در واقع اگه این مپ ای اوم نباشه همچین چیزی میشه حالا اگه ای او رو بیارم یه بیار مقدار سایی بیشتر به من میده یه مقدار کثیف‌تر این قسمت رو خودم درست که حالا یه مقدار این رو باز دستکاری کنیم خب من مقدار این دورا رو باز گرفتم که اون قسمت خیلی به من خیلی برای من تیره نکنه خیلی خب بد نیست خب چیز بدی نیست چیز خوبی داره اومد الان مگه اینا رو خاموش کنم تأثیرش میبینید میبینید چقدر تأثیر داشت خب حالا مپ بعدی که میخوایم با هم درست کنیم مپ رافنس مونه من مپ رافنس اینجا میارم به عنوان مثلا رفرنس داشته باشم خب میدونم که مپ رافنس سیاه و سفیده بنابراین این رو میدونم چون نان کالر رو کپی کنم میارم پایین و مستقیم میدمش به رافنس خیلی خوب برابر این هم چون میدونم یه بفه سیاه و سفیده این رو هم RGB تو بلک and وایت میارم ببینیم چی شد یه همچین چیزی شد و خب میدونیم که اصلا شبیه این نیست برابر داشیم کال رمپ رو دوباره میارم خیلی خب یه همچین چیزیه خب میخوام تبدیلش بکنم به یه همچین چیزی البته فکر کنم بتونیم چون خیلی تفاوتی نداره میتونیم از همین ماسکی که به عنوان درست کردیم کالرم که درست کردیم کپی کنیم اینجا هم استفاده کنیم پس دیگه خیلی وقت نمیذارم براش خیلی خوب فا... اینو میدم به رافنس ببینیم چه اتفاق براش میفته خب الان میبینیم که داره این قسمت ها رو به من به صلاح هایلایت نشون میده اگه ببینین داره شاینیه خب من نمیخوام این باشه باید برعکس این قسمت ها باید شاینی باشه مثل اینجا که داریم میبینید بنابراین من این نو دیگه درست کردم رو اینورت میکنم خب الان میبینید که داره درست نشون میده و همون چیزی که اینجا میبینیم یه این چیز به سالی سطح براقیه خیلی خوب بریم مپ بعدی رو با هم درست کنیم من میدونم که مثلا دیسپلیسمنت باز یه مپ سیاه و سفیده بس همین کپی میگیرم میارم اینجا خیلی اینجا دیگه باید بریم داخل سایکلز حیایتون نره که تنظیمات رو هم حتما روی بام پن دیسپلیسمنت بذارین و اینو من مستقیم وصل میکنم به دیسپلیسمنت خب میبینی که یه اتفاقایی داره میفته میبینی که اتفاقایی داره میفته الان آبجکت من اینجا ولی متریالی که داره نشون میده خب این خاطر اینه که میدونیم که دیسپلیسمنت روی جیومتری تاثیر میذاره جیومتری من 4 تا ورتکس بیشتر نیست پس قشنگ اینو من ساب دیواید میکنم که اتفاقایی داره میافته فکر میکنم فعلا رو همین نگه دارم خب من باید یه نود دیسپلیس رو حتما اد بکنم این دیسپلیس حواستون باشه که روی هایت قرار بگیره و آیت میدونیم که فقط رو محور Z هستش که تاثیر میذاره خب الان من اسکل کم میکنم به کنم حدود این کافی باشه خیلی خوب حالا یه هیو ساتوریشن میارم یا فرقی نداره باز میتونه آر رو بیاریم الان اگه ما اینو نگاه کنیم اینجا در واقع چیکار میکنه ساتوریشن رو صفر میکنم سیاه سفید میشه خیلی خوب یه نود کالر رب میارم یا بازم میتونیم از همین استفاده کنیم چون خیلی فر نداره این متریال خیلی سادر انتخاب کردم که فقط میتوده به شما بگم خیلی خوب یعنی همچین چیزی به ما داره میده خب یه نود مس میارم میذارم لاش میذارم لاش شاید هم خوشش رو مهد خب. خب. اینو میذارم با حالت مولتیپلای میذارم بذارم روی جی پیو سریع سریتر هم بذارم روی اکسپریمنتال خیلی یه همچین شکلی رو داره به من میده خیلی خوب حالا بزنیم یه مقدار دستکاری کنیم مگه اینو ببرم بالا یه حالت بیور اینجا درست میکنه که دوست ندارم پس هم رو همون یک خوبه باز یه کپی میگیرم ازش خیلی خوب حالا بزنیم من این دونه بکنم بیرم چی میشه خب یه حالت خیلی نرم تری رو داد. خیلی خوب من میتونم می این دستکاریم بکنم میدونم چی شد این میذارم روی این گزینه یا حالت نرمتری به من میده از بسر کال رمپم خوب خوب بد نیست بزن روی سطح دیگه تست کنیم مثلا روی اسفیر اینو رو تست کنیم خیلی من مودیفایر مثلا چهار بهش میدم اپلای میکنم بینید که سطح جامتریمون شید اسپوت میکنم و متریالمون روش میذارم خیلی خب الان اگه نگاه کنیم من تونستم متیرالم رو درست کنم الان نگاه کنین، قشنگ دیسپلیسمنت دارم شما میتونین اون حجم رو ببینید حالا اگه میخواین زیاد کنیم مقدار میتونین از اینجا دیسپلی زیاد کنیم مثلا من میکنم 150 250 یه مقدار میتونیم با خب الان یه مقدار به سر دیسپلی بیشتری رو کار میبینم حالا این تایلش هم مقدار زیاد میکنم خب من اینو یه دونه خب همه اینا رو میدم به وکتور خب این هم تایلش هم زیاد کردم برای اینکه بتونیم متریالمون رو ببینیم خب بچه این بود بخش دوم که یاد بگیرم چطور های خودمون رو بسازیم بریم بخش بعدی رو بعد هم مام داشته باشیم خب دوستان اینم بخش آخر آموزش میخوام این سایت دانل تکسچر رو شما معرفی کنم اولین سایت پول هیونه که خب اون اول اومده بود با اشتیار هیون معروف شد و خب من خودم هرچی اشتیارهی دارم از همین سایت گرفتم همه چیش رایگانه که شما اینجا مثلا سایت اشتیارهش هست سایت تکسیرش هست و سایت مدلش هست حالا تو سایت تکسچرش تکسچرش هم کمه ولی خب هرچی داخلش هست رایگانه. حالا اگه نت یاری بکنم ما بیاریم مثلا پارچه، بزنم میاره که میرسی نت یاری نمیکنه بیاره ما ببینیم چیه. حالا کار نداریم؟ حالا اینجا نت یاری نمیکنه بیاد. ولی خب شما میتونید اینجا رو انتخاب کنی من معمولا زیپ میگیرم، فایل زیپ شدهش رو میگیرم و تو این قسمت میتونید انتخاب کنی کدوم مپاره میخوایم و با چه بچه فرمتی میخوایم. مثل میخوایم. حالا باز کرد، میرسیدم و مثلا کالر مثلا دو شو این مثلا رنگ که رنگی کال بیست کالرشه حالا کار نداریم اینا رو میتونیم انتخاب کنیم و هر کدوم میخوایم بزنیم و دانلود رو بزنیم دانلود میشه حالا اینکه باز کرده رو ما ببندیم سایت بعدی تکسچر بوک که تو این سایت حالا همه چیز رایگان نیست اونایی که رایگان هست رو خودش می‌نویسه رایگان مثلا اینجا نوشته فری اونایی که رایگان نیست خب باید کریدیت پرداخت کنید سایت حالا بدی نیست ولی خب من تا این سایت استفاده نکردم اونقدر به خاطر اینکه حالا این سایت های جلیتر به تو معرفی میکنم خیلی بهتره این سایت هم خب یک از سایت معروف texture.com البته من خیلی طرفدار این سایت نیستم ولی خب خیلی سایت معروفیه و همه چی داخلش داره دیگه دیگه همه چی شما هر چی فکر بکنید مدل داره تکسچر داره همه چی داخلش داره حتی اجزای دا تکی اینجوری هم داره که شما میتونی ادیت بکنید مثلا داخل بلندر و مثلا حالا مدل های 3D اسکن داره اسکن مدل اسکن شده فوق به اصطلاح دیتیل مثلا اینا تکسچرهاش هم مثلا این تکسچر شما مپاش هم میتونی ببینی حالا مثلا اینا همه پریمیومه حالا من ثبت بکنم میتونم ثبت که دارم حالا الان ورود نکردم میتونم دانلود بکنم و در روز هم به صورت رایگان یه سری کریدیت میده مثلا این مثلا بیس کالر رزولوشن 512 512 مثلا یه دونه میخواد این میتونید دانلود بکنه از اینجا سایت بعدی نیست سایت خیلی یعنی همه چی داخلش پر پیمون همه چی داره و این سایت به نظرم یکی از بهترین سایت های حیف که پولی حیف واقعا یکی از سایت های حتی خودش ادان داره داخل بلنده میتونین به اصطلاح مدل های مختلف یا تکسچر های مختلف و داخلش بیارین ولی خب پولیه دیگه حیف پولیه وگرنه همه چی داخلش داره حالا تکسچرش رو باز بکنم میبینیم که همینجوری قشنگ تکسچر مثلا این دونه پارچه 666 تا پارچه داره حالا مرسی که نت یاری نمی‌کنه این سایت از سایت خوبه که من اصلا دنبال تکسی هستم می میام این سایت سر میزنم تو اینجا مثلا خودش هم اینجا ادان داره میتونین تکسچر مختلف و داخلش بیاری مان بلندر و کاتگوری داره میتونی انتخاب بکنین رزولوشن اینجا انتخاب میکنین مثلا اینجا قهوه‌ای من قهوه‌ای بزنم تکسچری که رنگ قهوه‌ای هستم میان مثلا الان مثلا چه میدونم این تکسچر مثلا تا 4K به شما رزولوشن کافی دانلود رو بزنیم براتون همه رو دانلود میکنه این مپایی هست که داخلش هست و همه رو به شما میده همه هم هم به صورت رایگان این به نظر من من خودم اولین تکسچر که میخوام دانلود بکنم اولین سایتی که واردش میشم این سایت دیگه همه چی داخلش داره یعنی دستش درد نکنه همه چی رو به ما داده و همهش هم رایگانه حالا یه سری چیزای غیر رایگان هم هست فایلای مثلا خود نفسار سازنده شده دادن مثلا ساوس ست دیزاینر ساوس پینتر اینا رو مثلا ایدیت زدن همه رو گذاشتن اونا دیگه حالا فرم کن اونا ولی خب هر چی داخلش هست خیلی چیزه مثلا یه دونه چوب شما باز بکنی هزاران حالا هزار که نه ولی کلی تکسیر چوب میان نیاز دین برطرف میکنه اما گل سرسبد این سایت ها کویکسل سل اکس... مگا اسکنه که دیگه داخلش همه چی داره دیگه مدل داره تکسچر داره این دیگه نه کتهگوری ها رو شما همه رو میبینید. کتهگوری میبینید. مدل اش داره. گیه های سوودی داره. حتی ایمپرفکشن داره. ایمپرفکشن در واقع حتی براش داره. دیگه براش دیگه شما میبینید دیگه ته خفن بودن این به اصطلاح سایت و ایمپرفکشن هم که همون کثیفی زنگ زدگی چیزایی که شما با رافنس میتونید ایجاد بکنید. در واقع فقط با رافنس میشه بسش کرد. اثر رنگی هم نداره. و این خودش یه دونه به سر هم داره که نصب میکنین و خیلی دستتون راحت میکنه و حتی ادان بلندر هم داره صفحه بلندرتون باز بشه دانلود که میکنیم فورا برمیگردونه داخل بلندر خودشم هم ستاپ میکنه حالا من نمیتونم ورود کنم چون فیلتره و خب فیلتر هم بر این سایت هنوز برداشت نشده و یه مورد دیگه هم که میخواستم در مورد این سایت بگم این همه چیش رایگانه و شما کافی فقط یه دونه اکانت اپیک گیمز رو ثبت نام بکنیم چیز خاصی نداره دو دی دو دقیقه اینا وقت میبره و میتونه از تمام امکاناتش به صورت رایگان استفاده بکنیم که تمام شرکت بایسازی و خیلی جای دیگه از این استفاده میکنن لطفا چند من رو سابسکرایب کنیم بچه ها لایک هایتون نره برای حمایت از من هم یا به قول گفتنی اون هزینه اخلاقیش هم برای حمایت از من هم لطفا اینستاگرام من هم فالو بکنید